زیاد میشه. آیا از مصرف زیادی گاز شکایت دارید؟ یا پول برق شما ماهانه زیاد میآید؟ یا ای که چوبی بیشتری مصرف میکنین؟ یا همیشه بیشتر زغال خریداری میکنین و پول زغال شما زیاد میشه؟ عزیزای دل، اگر از این موارد شکایت دارین که گاز مصرفشان زیاد هست و پول بیشتر شما ماهانه برای زغال و چوب میدید، لطفاً تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنین تا یک ترفند جدید را برای شما بیاموزانیم، تا ای که بفهمین که چگونه جلوگیری از مصرف بیشتر گاز، زغال، چوب و هیزوم هست و چگونه ما میتونیم که ماهانه مصرفی کمی را داشته باشیم، در صورتی که آب ما گرم، آشپزی ما آماده، چای ما دم و این موارد به شکل بسیار درست و آسان انجام میده. ما را تا آخر این ویدیو همراهی کنین تا از این ترفند جدید شما یک چیزی بسیار عالی را یاد بگیرید. میریم و میبینیم که این ترفند چگونه هست. و یک چیز دیگه هم قابل یادآوری است که جلوگیری از مصرف گاز، کسایی که در شهر میشینید از مصرف گاز بسیار جلوگیری میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما بیننده‌های عزیز آواز افغانستان در یوتیوب و صدای افغانستان در صفحات فیسبوک. امید که جور و صحتمند و سلامت باشین. امروز میخواییم یک راهکاری نو برای شما دوست عزیز یاد بدیم. کسایی که میخواید که جلوگیری از مصرف زیاد در زغال، در هیزوم، مخصوصا کسایی که در روستاها هسته بیشتر چوب استفاده میکنه اینا، اگر شما میخواین که مصارف شما کم شوه، شما به چند چیز ضرورت دارین. به یک تخته سولر باشه، البته این سولر کلان است، سولر خورده شما میتونین ببینین و از این سولر داشته باشین، سولرهای 20 باشه بیخی صحیح است. و بعدش هم میریم چیزایی که ضرورت است که مصرف چوب و زغال و اینای شما را کم کنه، تا شما هم بتونین دیگتان را پخته بکنین، هم میتونین چایتان را دم کنین و خیلی کارهای دیگه میتونین با این طرفن انجام بدین. میریم و میبینیم. خب دوستای عزیز، در قدم اول شما باید یک دانه باتری داشته باشین. البته باتری به خاطر ذخیره است، اگر باتری نباشه هم مشکل نداره، شما فقط میتونین که یک دانه پنکه را جور کنین. این پنکه هم قسمی جور میشه که یعنی دینامش که است، از پکه هایی که به خاطر باتری استفاده میشه، برق سولر استفاده میشه. شما میتونین از این آماده کنین و در شهرها کسایی هسته که برای شما این رقم پنکه ها را جور میکنه. و بعد از او هم یک دیگدان برای جور میکنین، این رقم یک دیگدان باشه که از زیرش اتوسلاخی باشه، تا اینمی پنکه وقتی که چالان میشه هوا از زیر از او فشار میده تا که آتش روشن شود. خب ما ماتش روشن میکنیم و ببینیم که چطور کار میکنه. اینا یک دوستش روشن نلا. خب دوستان عزیز، چه رقم باید آتش کنیم در اینجا؟ اول یک کمکی نرمگاگی بوته را تایش میلی باز یکمی چوبا را خود میکنیم، چوبا میمونیم. حالی پلتی خواهی میزنیم کاش که بادم هست در پلتی هم گل نشه. اینجا خب دوستان، وقتی که ایره آتش ما روشن شد، بعد از او باز پنکه را روشن میکنیم، یک لاین مثبت یک لاین منفی. اما قسمی که میبینیم حرارت ازی بسیار زیاد میشه، ولی هم از زغال، البته زغال های سوخته باید اندازیم، زغال هایی که زمستان ها میسوزه اونا را شما ذخیره کنین. وقتی که زغال هایتان ذخیره شد، باز او را غلبیل کنین و وقتی که غلبیل کردید امی درشتی هایش را ذخیره کنین برای همچین چیزی. خب زغال ها را میندازیم.
اگر ما شما بخوایم که یک چای جوشه و در گاز گرم کنیم، هم بسیار گاز مصرف میکنه، و اگر بخوایم که توسط برق با آب گرمی ایرا گرم کنیم، هم بسیار گاز مصرف میشه و گازم خیلی زیاد مصرف میشه. دوستای عزیز، پس بهترین راه و ساده ترین راه و ارزان ترین راه همین ساختن پکه و سولر و باتری هست. خب دوستا، به خاطری که همین پکه زیاد تکان نخوره، شما چند کار میتونین؟ یکی که زیرش باید نرم باشه، یکان اسفنج یا یک چیزی نرم بانین، و دومن امی یک دو تا خیش سرش بانید که دیگه هم سرصدایش کم میشه و هم تکان خوردنش. اینه اینالی آرام شد. خب حالی ملا چای جوش هم میلیم دوستای عزیز که ایره سر چند دقیقه جوش میده. و یک چیز دیگه هم قابل یادآوری است که زغال نو، زغال نساخته در این نمیسوزه، به خاطر که زیاد دود میکنه و برای استفاده نیست. شما یک وقتی باز نشه که به جای زغال ساخته از او زغال دیگه استفاده کنین، بگین این نتیجه نمیده، از او زغال دیگه استفاده نکنید. یعنی زغال که از دوستای عزیز، زغال هایی هست که زمستان در بخاری ها که استفاده میکنه، بعد از او بازور جدا مونه، مدرشته هاش را جدا مونه برای یک همچین روزی به خاطر که استفاده شوه. دیگه زغال نو جدید نیست که شما بگین ما زغال خریده نمیتونیم، نه همچین چیزی نیست. زمستان که استفاده میکنین، زغال های خود هدر نکنین که کلش را سر کوچه اندازید، درشته هاش را جمع بکنین و از او هم یک استفاده معقولی میشه. خب دوستای عزیز، فقط یک تخت سولر خرد کار است که شما میتونین آماده کنین، و قدر قیمت هم نیست که بگین ما پول نداریم. خیلی راحت از کار با از این سولر. شما هیره آماده کنین و سیم کشی میکنه همون دو طرفی پکه. اینی هم لاین است که از صفحه خرد آمده به این وصل شده. شما دوستای عزیز میتونین که اگر باتری نداشته باشین هم مشکل نداره، فقط نیمی لینی که سولر میایه، اینی میره مستقیم سر لینی پنکه وصل کنید، پنکه شروع به فعالیت میکنه و باد زدن شروع میکنه. شما هم میتونین که بدون باتری استفاده کنید. اگر باتری باشم خوب است، به خاطر که یک وقتی اگر بارندگی شوه یا آفتاب نباشه، شما میتونین که از باتری برای جوش دادن یاو، برای آشپزی، برای دم کردن چای، برای چیزها استفاده کنین. و یک چیز دیگه هم قابل یادآوری است که جلوگیری از مصرف گاز، کسایی که در شهر میشینید از مصرف گاز بسیار جلوگیری میکنه. یعنی تقریبا تمام کار چیزهایی که پختن و گرم کردن و از این چیزها کار داره، تقریبا میتونه که کتیمی شما اجرا کنین. فقط تنها چیزی که نمیشه که نان پخته کنه، دیگر دیگ میشه، چای میشه و جوش میکنه، دیگه چی میخواید شما؟ از این 10 دقیقه شد، در 10 دقیقه این قدره ها میتونه جوش بده. اگر در گاز باشن در 10 دقیقه نمیشه، اگر در بخاری باشن در 10 دقیقه نمیشه، ولی در 10 دقیقه واقعا این قدره ها جوش دادنی خیلی عالیه.